الان یه کلاس میخوایم بنویسیم به اسم ساعت. ساعت چه چیزایی داره؟ خب این از یه دیده مثلا کسی میخواد ساعت رو بسازه، ولی مثلا من که ساعت رو میخوام استفاده بکنم، میگم ساعت داره، دقیقه داره، ثانیه داره، درسته؟ ساعت و ثانیه و میکروثانیه میتونه داشته باشه، ولی ساعتی که ما استفاده میکنیم همون ساعت و دقیقه و ثانیه، درسته؟ و چه پراپرتی هایی داره؟ همین سه تاست. ساعت بین چند تا چند باید باشه؟ نه خیلی، 0 تا 23. درسته؟ دقیقه و ثانیه بین 0 تا 59. 0 هم داریم دیگه. مهمترین تابعی که چند تا تابع داره ساعت، یکی که نمایش میده، مثلا ساعت مثلا چاپ میکنه مثلا 6 و 18 دقیقه. حالا دو جور نمایش میتونیم داشته باشیم. یه جور نمایش اینجوری اینجا میبینی مثلا 6 و 18 دقیقه پی ام، که یه جور میتونه چی باشه؟ 18 و 18 حتی ثانیه شه مثلا 18 و 18 مثلا 20 ثانیه. اوکی. بعد دیگه چه تابعی داره ساعت؟ تاریخ میشه؟ نه اون یه کلاس دیگه از تاریخ. یه چه تابعی میتونه داشته باشه؟ تیک. تیک یعنی چی؟ یه ثانیه بره جلو. وقتی شما ساعت رو نشون میدی باید یه ثانیه بره جلو دیگه ها؟ بعد ممکنه مثلا یه تابعی داشته باشه سر یه ساعت زنگ بزنه. درسته؟ ورودی این کلاسه میتونه ساعت از سیستم بگیره. وقتی شروع میکنه، وقتی روشن میکنه ساعتو، ساعت از سیستم میگه شروع میکنه به کار کردن، خودش میره جلو. آره میتونه ورودی از کاربر بگیره، درسته؟ خروجی هم که داره نمایش میده. بعد یه فور بی نهایته، یه وایل بی نهایته، همش در حال یه ثانیه جلو رفتنه. و ببینید یه طراحی میتونید یه 5 دقیقه فرصت بدیم ببینیم میتونید انجام بدید. یه 5 دقیقه ببینم چی می‌نویسه. خب نه نمیخوام لایبرری تایم استفاده بکنم، من میخوام ببینید میخوام لایبرری بنویسیم. الان فرکشن که نویسیم، خود فرکشن هستش دیگه، درسته؟ ها اون برای تاخیرش از اسلیپ میتونی استفاده بکنه، منطقه برای تاخیر مثلا تاخیر انداختن کاری همون سختیه. شما مثلا اگه اسلیپ نداشته باشی چیکار باید بکنی؟ مثلا میتونی یه دونه حلقه بزنی مثلا 1 تا 1 میلیارد بشمار، این به سرعت پردازندت معروف میشه. اگه پردازندت سریع تر باشه اون سریع تر انجام میشه. خب دیگه اینا داستانه، ولی از اون اسلیپه میتونید استفاده بکنید. الان 5 دقیقه فرصت دادیم یه طراحی انجام بدید، بعد معلوم میخوام خودم بنویسمش. ببینید کلاس ساعت رو اینو چی مینویسید؟ یه 5 دقیقه. خب ببینید من گفتم یه کلاس داریم، کلاس دارم رکورد میکنم. خب رکورد میکنم. خب کلاک میگم دف اینیت سل
آره مینت. ببین من اسمشو مثلا HMOS نمیذارم، اسمشو کامل میذارم. آور پیشوست ساعت تو ساعت فروشه چند رو نشون میده؟ ده و دوازده دقیقه و 23 ثانیه، درسته؟ میام میگم سلف داد. اگه کار اگه خواستم آور رو بسازم مقدار پیشوست صفر بهش میدم. از همون اول پراپرتی میسازم. خب مینت چی باشه؟ اینم صفر. اینم چی باشه؟ صفر. آورم مینت و سکند. اوکیه. حالا میام پایین مقدار اینجوری بهش میدم. میگم add property def با چه شروع میکنم؟ آور. اگه گفتم آور چی رو برگردم؟ بگیم self dot آور add آور dot settle. یاد گرفتیم درسته؟ def آور. الگوها تکرار میشه تو زب توی برنامه مختلف. این ورودی مونه. آروم تر. ایف آوه. آرومه دیگه. میگم ایف ایز اینستنسه. اگر آور چی باشه؟ ایز اینستنس بگیم. ایز اینستنس نمیگم. میگم چی؟ میگم آور این رنج چی باشه؟ هم 24. یه از اینستنس نمیگم که از اینستنس باشه. بعد دوباره اینو من خودم توی کلاسیه من مینوشم مثلا آور از اینستنس آور اینتیجر بشه، بعد آور کوچکتر از 24 بزرگتر از 0 نمیکرد مثلا بچه ها نمیشه آور این رنج 24 درسته؟ خب همونه دیگه، بهترم هستش. خب میگم سلف داد آور چی باشه؟ اگه اینجوری بود صفر داد آور رو مساوی چه قرار بده؟ آور قرار بده. الس پرینت بکن چی رو؟ ارور. خب اینو تا اینجا بنویسیم، بعد بقیه رو میخوام کپی پیست بکنم. ببینید این شد آور درسته؟ مینت چجوری میشه؟ مینت میشه مینت سلف داد مینت 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 شهر. اوه چونه کجا اینو این نگاه کن معروض میشه به این پایینی. اینو به عنوان تابع ست مشخص میکنم. شما مثلا اینجا میام مینویسی در اصل من باید اینجوری باید بنویسم. بنویسم چی؟ سلف داد آور آور درسته؟ یه چند چیز باید بنویسی. خب این به جای اینکه اینجوری کار بکنه ستر میاد چیکار میکنه؟ میاد اینو به عنوان ورودی در نظر میگیره. اینجا این میشه
حالا تابع میشه این، اون آورم تابع میشه دیگه، پرانتز احتیاج ندارم. تا گذارم مینه این هم مینه درسته. بریم سکند. سکند چجوری میشه؟ سکند اینجوری میشه. درسته؟ خب سکن هم شبین. حالا من می‌نویسم در اسیار با چی رو ریتم بخون؟ اف اف سلف تا چی؟ آوه آوه دو نقطه سف دو. یعنی چی سف دو؟ دو رقم بزن، نه دو رقم بشه، نه دو رقم بشه جای زیاد آورد با چی پر بکنم؟ با سه. بعدی چی میشه؟ مینت. بعدی چی میشه؟ سکن. یه دو نقطه نداریم. میام میگم if نه مساویه نه، میگم مثلا تیم مساویه کلاک. اگر هیچی بهش نگم خودش چی در نظر میگیری بچه؟ ده و دوازده دقیقه و سی پیازی شلک. چرا بریم بالا اینو با چه هم اینا نیا که هم تراز نیستم ببینی نه همشون اینجا این کجاست؟ یه دونه این ورتر. میگم تی دات آور رو بذار 26. قبول نکن تی دات آور رو بذار چند؟ 9. رپرزنت براش ننوشیم. رپرزنت میخوام اینجوری باشه. چجوری باشه؟ به صورت AMPM نمایش بده. اینو تا اینجا بنویسی رپرزنت ببینم کی میتونه بنویسه. رپرزنت به صورت چی نمایش بده؟ AMPM. چند حالت داره رپرزنت؟ سه حالت. دو حالت رو بگین. صفر تا یازده، دوازده، سیزده تا بیست و سه. صفر تا یازده میشه مثلا یازده AM. دوازده میشه دوازده پی ام. سیزده چی میشه؟ یک پی ام. درسته؟ پس شو چند حالا ساله. حالا اونو بنویسین رپرزنتو. بریم چی رو بنویسین بچه ها؟ گفتم چی رو بنویسین؟ رپرزنت. 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 میگم اگر چی باشه سلف دات کوچکتر از دوازده باشه
آخرین چیه اضافه میشه؟ آخرین ایم اضافه میشه. ال ایف سلف دات آوه مساوی چی باشه؟ دوازده باشه چی ریتن بکن؟ این همینه. چی تهش اضافه میشه؟ پیه. ایلز این همین بذار حمید داریم یا نه؟ این همین ها؟ میگه با حمید جمله بساز. چی میگه؟ نه حمید یه شما چقدر شکل حمید علی داری؟ نه یه با علی جمله بسن. چی میگه؟ یه صندلی. این جوکا اینا خیلی قدیمیه، من دبیرستان بودم جوکای خیلی قدیمی این اصلا با تلاش و کوشش جمله بساز. یه مامان من تلاش کوشش چیپس یه چه پسر خوبیه. بعضی هاشم بی تربیته نمیتونم بیارم با مزاش من. بعد یه آخرش میرسه به اینجا خیلی داره، مثلا 45 تاست. بعد میگه مثلا با نقی جمله هستم، بعد میگه که من و حسن و تقی و علی و عباس رفتیم سینما. میگه نقیش کو یه زنگ زدیم بهش نمیدن. برای هر چیزی یه دین اینجوری ساخته بودم. خلاصه حالا اینجا تی بین الان من مقدار میدم، مثلا اینجا بهش میدم 13 و 40 و 20. خب میگم تی چی نوش؟ نوش 1 و 40 و 20 سنی. درسته؟ الان میام نگاه میکنم اینو تا اینجا بنویسیم. خب ببینید اینجا الان میخوام یه آپشن بنویسم. اینجا آپشن میذارم چند؟ 1. آپشن چی میذارم؟ 1. اینجا میام میگم که مثلا آپشن اگه 2 بود از سیستم بگیر. آپشن اگر مثلا آپشن صفر میذارم. خب پیش بر اگر 1 شد از ورودی ها، اگه 1 شد از چی بگی؟ ورودی. اینجا حالا تا عادی مثلا صفره، یعنی مثلا همینه که کاربر داره بهش مقدار میده. میگم اگر آپشن مساوی 1 شد از چی بگی؟ از کاربر بگی. درسته؟ اگه آپشن 1 شد اینجا می نوشتم دیگه از ورود بگی. پس اینجا چی می نویسم؟ اینت اینپوت آور. صبح مترو یه آهنگ همایون شجریان صبح زود مترو پخش میکرد. خب این تا الان تو گوشمه ول نمی کنم. یه آهنگ هست همایون خونده اون که میگه یه شعر مولاناست. چی میگه؟ میگه رو سر بنه به بالین تا
ترک من مبتلا نیست این چیزیه خوش کردی؟ نشینی؟ دوستاستی مانکن خوبه؟ چرا رفتی خوب؟ من این آهنگ اصلا آهنگی که صبح من گوش کردم دانلود کردم خب بسی چهل دفعه گوش کردم اصلا هنوز یعنی ولم نمی کنه آهنگه دست مانکن خوبه میگه به سلامتی چش قرمزا خوبه توی ساسا توی ساسا مانکن نمیگه نمیگه یکی ساسا مانکن یا همایون کی؟ آره اینه اینه نگاه کن شنیدی نه من شدی؟ حالا قطعش کن صبح ساعت 6 مترو بودم اینو خب بعد کجا بودی؟ اینا از ورودی میگیره درسته؟ مثلا من اینجا میام میگم که اینجا میام میگم یک اگه یک باشه دیگه عملا اینا بی تأثیر میشه اگه آپشن بدم یک دیگه عملا اونا بی تأثیر مثلا میگم آ ساعت 14 بود یه بار دیگه 14 بود 14 و 14 درسته؟ مثلا یه ساعت منشوری بگیم الان یه ساعت منشوری ساعت 4:20 چیه؟ شما بلدی؟ بابا من از بچه همین کمی یاد گرفتم حقیقت چی بگم خودم بلد نبودم چیه؟ هیچی خب خب این ساعتی که توی ساعت فروشی نشون میده اگه مثلا من بیام اینجا چی بگم اینو صفر بدم اتادم اگه مقدار ندیم خودش چی در نظر میگیره تو ساعت و ساعت فروشه دیدین چی نشون میده این هم خودش فلسفه داره که تو ساعت و ساعت فروشه مثلا زمان پایان جنگ جهانی دومه یه چنین چیزه یه دانیش هم حساب آره هستش خب هنوز ننوشتم که صبر الان خب حالا میخوام از سیستم بگیرم میخوام از چی بگیرم؟ سیستم و چنجر و نه خب اینجا چی می نویسیم؟ میگیم آقا from date time import چی؟ date time از چی؟ et خب بعد پایین میگم که now مساویه dt dot این میشه زمان الان from data import data از dt dt dot now نه اونو قبلا نوشتیم یا نه این dt میشه زمان بعد اینجا می‌نویسم now dot hour اینجا چی می‌نویسم now dot minute فقط تو مخم now dot چی؟ خب حالا میگم آپشنمون چند باشه؟ دو باشه حتی دو رو برای چیزیه بعد اینجا میگفتم آپشن مساویه چی؟ دو چی نوشت؟ ساعت چنده؟ 7:18 درسته؟ خب حالا یه تایم میخوام بنویسم چیکار بکنم
یه دونه تیک بره جلو. میگم دف. ببینید بچه ها، برنامه ها به نسبت برنامه هایی که مثلا یکی دو هفته قبل می نویسیم، برنامه هایی بزرگ داره میشه، متحد و شکل داره میشه. دف تیک. دف چی؟ تیک. تیک قراره چیکار بکنه؟ چی بره جلو؟ بگی صرف تا سکن یه دونه زیاد بشه. خوش میکنید بچه ها؟ میگم فور. میخوام یه لحظه باشتم. خب فور آی این رنج چقدر؟ مثلا میگیم 60 ثانیه. چکا بکن؟ پرینت بکن تی دات تیک رو. تی رو اول چاپ بکن، بعد بگو تی دات چی؟ تیک. یه ثانیه برو جلو. چی شد؟ ببینید 59 که شد بعدش نمیره جلو. چه نمیره جلو؟ چون ثانیه رو توی ستر گفتیم که بین رنج چند تا چند باشه. من به جای اینکه از سترش استفاده بکنم، میرم سر وقت خود داستان سکن که دوتا آندرلاین داره. درست محمد علی؟ الان دیدی؟ یه ساعت داریم تا 75 ثانیه میره جلو. پیرادی هم نداره. فیلم چیز دیدین؟ The Special Case of Benjamin Button. حالا تو خاصه بنجامین باتن دیدین؟ نهیدی؟ شما فیلم نگاه نمی کردین. همش یادم میاد. چرا فیلم نگاه نمی کنیم؟ چجوری؟ مثلا چه جانی دیدین؟ بگه؟ سریال نه؟ مثلا فرم فیلم های مارول چی مثلا؟ ایکس من مرد عنکبوتی. خب حالا ما اینو باید درست بکنیم. یه درسته؟ اینجا میگم if self.second مساویه چی شد؟ 60 شد. صرف داد سکند چیکار بکن؟ اول صفر بکن، بعد صرف داد چی رو یه بار افزایش بده؟ چی رو؟ مینت رو یه بار افزایش بده. نه خب 60 ثانیه گفتم دیگه. عدیه 3 دیگه میشه صفر، میشه 4. درسته؟ ببینید نه معکوس نمید به سمت پا گفتم 60 ثانیه دیگه. فور این رنج 60. حالا اینا رو افزایش میدم، نه درست میکنم. ببین من اینجا میگم آقا یه واحد اضافه بکن، اگه 60 شد بشه صفر. من میام اینو یه دفعه ای تو یه جمله اینجوری مینویسم. نه نمون ترتله یادتون هست رنگ بین ازلا میچرخی؟ میگم صرف تا سکند بله به یک بکن، درصدش به چی بگی؟ به 60. یعنی اگه شد 60 اتوماتیک چی میشه؟ صفر میشه. پس اینجا میگم اگه صفر شد دیگه احتیاجی به صفر کردن وجود نداره. درسته؟ دوباره کاری انجام نمیدیم. پس اینجا یه واحد اضافه میکنم، اگه رسید به 60، 60 به 60 باقی مونده چی میشه؟ صفر میشه. خب پس مینت هم همینجوری مینویسم. مینت رو چجوری مینویسم؟ میگم مینت رو چکا بکن، یه واحد اضافه بکن، بعد درصدش به چی بگی؟ به 60 بگی. درسته؟ حالا میگم if self.minute اگه مساوی صفر شد معنیش چیه؟ self.order
آمار چیکار بکن؟ نه دیگه یه دونه اضافه بکن درصدش به چی بگیر؟ 60 12 24 چی همش گفتی 24 دیگه. درسته. حالا بیایم اینجا یه ساعت مثلا یه ساعت غیر منشوری بگیم. 23 و 59 ببین لو دادی ها هسته میبینیم خب کار دارم حالا وایسته میخوام چک بکنم ببینیم 23 و 59 و 59 اینجا که میرسیم یه الان بینندگان الان دیروز نیست امروزه امروز دیروز نیست الان در استاد خیابانی یه گزارشی بود اینجا میکنم میگفت ساعت مثلا میگفت بله الان دقیقه 80 دقیقه و 23 حالا 24 حالا 25 سن شفیع بود دیده بود این شفیع گزارش میکرد خود که گزارشش رو دوستش خب اوکیه خب حالا میخوام به این یه ران اضافه بکنم ران چه اتفاقی میفته دفه چی قبلی که ران اضافه بکنم یه نکس بهش اضافه میکنم نکس قرار بود چیکار بکنه بچه ها نکس یادتونه چیکار میکرد نکس توی فرکشن هم داشتیم تو فرکشن نکس چیکار میکرد یه ثانیه میرفت جلو درسته؟ خب میگم چی رو اینجا یه ثانیه میره جلو تو فرکشن یه عدد میرفت جلو اینجا یه ثانیه میره جلو میگم چیکار بکن؟ صرف تا چی؟ صرف تا تیک و همیشه نکست چی رو برمیگردونی؟ تو ذهنتون باشه همیشه نکست چی رو برمیگردونه؟ سلف رو برمیگردونه خب حالا من اینجا به جای که بگم بیا پرینت بکن تی رو و تی دات تیک رو برای ما انجام بده بگیم بیا چیکار بکن اینجا بنویس نکست تی چی بنویس نکست تی نکست تی چی میشه یه ثانیه میره جلو برمیگردونتش همونه اوکیه؟ یه لحظه منو بزنم تازش بکنم حالا رسیدیم کجا بچه ها؟ بعد این آپشن صفر و یک و دو میخوام یه تابع چی بنویسم؟ ران بنویسم میگم دف ران ران قراره چیکار بکنه ران بگی میگیم وایل ترو وایل ترو یعنی چی وایل ترو یعنی بی نهایت بیا چیکار بکن پرینت بکن نکست تی پرینت بکن نکست تی یعنی چی میگم آپشنمون هم چند باشه آپشن دو بود از سیستم میگرفت میگم که تی دات ران ببینی حالا میخوام یه ثانیه بره جلو بیا بیرون نه میخوام یه دیلی داشته باشه میگم ایمپورت دیت تایم ایمپورت تایم ببخش میگم هر یه دونه که چاپ کردی تایم داد اسلیپ آره اینا پسش تایم داد اسلیپ اسلیپ رو که میزنیم یک ثانیه درسته 24 حالا میگم هر یه ثانیه که میری جلو سفر رو پاک بکن
به حالا برنامه را اگه ببینید برنامه ما چجوری میشه؟ PRG سامر PRG کلاکمون کو؟ خب درسته؟ میخوام صفحه رو پاک بکنم. چجوری صفحه رو پاک میکنم؟ اینجا مینویسم import os os.system. این توی سیستم عامل های مختلف فرق میکنه. os مثل تایمه، operating system، operating system clc فکر کنم اینجا توی ویندوز فکر کنم clc اینجا نشون نمیده تو ideally، چون برنامه که ما برای ideally نمی نویسیم، که برنامه توی کامند داره می نویسیم. clc نیست، cls. درسته؟ توی مثلا مکینتاش یا لینوکس کنم کلیره اگه اشتباه نکنم. آره من دارم پسورد چیزام یادم اومد. کلیر پسورد اکانتم یادم اومد. نه کار نمیکنه دیگه. باید کلیر بکنم. خب حتی مثلا الان یادم نیست تو همین او اس یه چیز داره خود وین میتونی سیستم رو تشخیص بدی. خب با تازه سیستم عامل یا اینو انتخاب یا اون انتخاب میکنی سیستم مثلا. خب الان میخوایم که نصف شب شد بوغ بزنم. میگه چرا بوغ میزنه؟ برو بیل بزن. ها اول یه تایم نیستیم چی؟ دف از میدنایت. یه تایم نیستیم به اسم چی؟ از میدنایت. Is midnight چی رو ریترن میکنه؟ میخوام ببینیم که نصف شب هست یا نه. چه موقع نصف شبه؟ خب دوازده. میگیم self dot hours چی باشه؟ صفر باشه. احسن. And self dot minutes صفر باشه. And self dot secondش هم چی باشه؟ صفر. خب بعد میتونیم این اسم ریترن کنیم نات این چیزی که خودمون تو گیتار نوشتیم که صفر. آره خب گوش کن، حالا گوش کن یه دفعه تای فیلمو نمیگم که ما بچه بودیم اوشی نمیداد. اوشی با ریوزه که ریوزه تانا کار ازدواج میکنه بچه شو میشه تا کشکی. خب بعد یه دو بودن ماهواره مثلا دیده بودن حالا یه تو ویدیو مثلا این که میبینست پنجه قسمت برش مثلا این تاکشی به دنیا عمل به ماهانه میزید گوه این تاکشی میره جنگ بعد میمیره و کن مثلا پنجه قسمت رو نابود کرد رفت. خب حالا این میگیم آقا سفتت آور چی بشه؟ وقتی میگیم مساوی صفره معنیش چیه؟ یعنی not این باشه. یعنی وقتی میگیم این مساوی صفر یعنی چی؟ یعنی not گفتیم صفر فالس غیر صفر چیه؟ توره. این هم اینجا اینگاه بهش میگیم چی؟ not. درسته؟ حالا هر ستاشون پشتشون not دارن. not از پشت چنه میارم بیرون اندش تبدیل به چی میشه؟ اور میشه. قانون چی بود؟ دمورگان یادتون هست؟ این انده تبدیل به چی میشه؟ اور. اونی که نوشته بودیم اونم درست بود. بعد ناته میاد پشت چینه قرار میگیره. یعنی هر سه تا اور یعنی مثلا آور اور مینت آر سکن پشت همشون نات بشه. خب این بیز میدنایت رو چرا نوشتم؟ میخوام اینجا بگم بیام بگم که دف بوغ. خب ما ترکی میگم آبو میگم اگر از میدنایت شد
اگر صرف تا چی از میدنایت شد، اگه نصف شب شد، پرینت بکن چی رو؟ او درسته؟ حالا اینو کجا فراخوانی میکنم؟ اینو اینجا که یه ثانیه که میره جلو سلف داد بوغ رو هر دفعه فراخوانی میکنم، یعنی تو هر دفعه که یه ثانیه میره جلو بوغ رو چیه؟ فراخوانی میکنم. خب بیایم تست بکنیم ببینیم درسته یا نه. فقط کافی اینجا بگم ساعت 23 و 59 دقیقه و مثلا 58 ثانیه. بوغ رو دیدین؟ کار کرد ها؟ خب خب صدا نذاشتیم که. خب صدا میام میگم from win sound import بکن چی رو؟ import بکن beep رو. beep یه تابع داخل win sounde. بعد حالا پرینت هم میکنم اینجا میمیسم beep. اولش فرکانس مثلا میگم فرکانس 1000 میلی ثانیه. فرکانس چی بود؟ 1000. فرکانس هرچی بالاتر میره چی میشه بچه ها؟ مختل میشه، تیزتر میشه. مثلا اگه بگیم فرکانس 500 راننده کامیون بود. فرکانس 4000 4000 نمیدونم. فرکانس 20000. بعضی فرکانس ما محدوده، فیزیک ما داشتیم میگم مثلا محدوده نه ما نمیتونیم بشه. شنیدی؟ به مثلا بینید تست شنوایی بدین از این چیزا داره. مثلا میگه هر وقت شنیدی یه دکمه هست میگه بزن. درسته؟ حالا مثلا میام اینجا یه دونه خودم میسازم، میگم آقا مثلا for i in range مثلا تا 10 بیا چیکار بکن؟ بیا بیپ مثلا 500 به علاوه آی زب در 100. خب اینجا میگم مثلا 500 میلی ثانیه زب در آی زب در 20. حالا 10 مثلا اینا میگم 6. چرا؟ آیه آه ببخشید اینجا ضرب نوشتیم. نه اون ضرب شده بود بخاطر اینجا شد. دیدین تو فیلم های بچه گونه اصلا آدم فضایی میخوان صاحب اینجا صاحب یه فیلم هست من زمین رو دوست دارم خمسه باز کرده دیدین نه گفتم دیگه آپشن دو باشه. آپشن دو بیدیم دادیم دیگه آپشن دو باشه. حالا تمرینتون چیه؟ یه دونه ما گفتیم نصف شب بوق بزنه. شما یه کوک برای این باید بنویسین. کوک دیدین ساعت کوک معلوم خیلی خسته شد. بهش
چیکار کنم؟ تیک تاک تیک تاک. نه مثلا یه ساعت میگیره، سر اون ساعت زنگ میزنه، آلارم کوک میکنه ساعتو. درسته؟ یه تمرین دیگه که حالا دیگه نرسیدیم امروز، میدونم خسته این، تو خونه انجام بدین. اینو روی تیکینتر قرار بدین. اینو روی تیکینتر چیکار بکنین؟ قرار بدین. اینو میذارین روی تیکینتر، یه دکمه میذارین. دکمه رو که میذاریم ساعت شروع میکنه کار کردن. چیزیش بگید نشون بده. یه لیبل، یه لیبل بذاریم. یه تمرین دیگه. به جای ساعت یه دونه تقویم می‌نویسین. تقویم شمسی. تقویم شمسی سال داره، ماه داره، روز داره. سال، ماه، روز. سال بین چند تا چنده؟ سال از یک از صفر بزرگتره، یک بزرگتره. ماه بین یک تا دوازده. روزم شش ماه اول سال 31 روز است، پنج ماه بعدی 30 روز است، ماه آخرم 29 روز است. تقویمم چیز در نظر نگیرین، تقویمو چیش میگم میلادی در تقویمو کبیسه در نظر نگیرین. اینم گفتین یه بار از اول نشون بدیم، یه بارم نشون بدیم کل سیستم چیه. فرستادی دست شما در هم کنم تمام زحمات ما رو برداریم. پنجشنبه نه نداریم بچه هم فقط تقویم شمسی بنویسیم. خواهشم یاد گرفتین امروز؟ بعدی نگاه کنیم میشه.